بخیر همگی. امروز میخوام درباره فواید رقص روی مغز و بدن صحبت کنم. سال 2008 نورولوژیست های دانشگاه کلمبیا ادعا کردند که رقص و موزیک با هم لذت دو برابره، چون ما معمولا با موزیک میرقصیم. فواید موزیک را من پر کردم، میتونین گوش بدین. ولی رقص در واقع شاهکار فعالیت هاست، ما را باهوشتر، شادتر، سالمتر و جوانتر میکنه. چرا؟ ما به چه فردی باهوش میگیم؟ فردی که وقتی با مشکلی برخورد میکنه، با راه های مختلفی روبرو میشه، خودآگاه، عکس العمل درست و مناسب رو انتخاب کنه. این پروسس یا روند رو هوش میگن. بهترین راهی که هوش خود رو امتحان کنید اینه که خودتون رو در موقعیت قرار دهید که عکس العمل سریع لازم داره. من که رانندگی افراد رو تماشا میکنم، البته منظورم این نیست که تون رانندگی کنن یا گاز بیشتری بدن، بلکه با چه سرعتی به خطر عکس العمل نشان میدن. وقتی میرقصی باید تصمیم بگیری به چه تندی برقصی، چه وقت، به چه طرف بچرخی، کی موزیک یواش و تون میشه، کی حرکت دست و پاتو تغییر دهی، کی بیت آهنگ عوض میشه، تمام حرکات با موزیک تطبیق بدهی. دکتر تارسی دانیل از بیت دیکنس سنتر در بوستون میگه رقص یه فعالیت خیلی پیچیده است، هماهنگی پیچیده‌ای هم در مغز لازم داره. دست‌ها با گوش، با چشم، با پا و تمام ماهیچه‌های بدن باید تطبیق پیدا کنه. رقص باعث میشه که سرعت عکس العمل مغز به مشکلات سریع‌تر شده، در این راه هوش و حافظه شما زیاد بشه و در نتیجه رابطه‌ها یا سینپس های بین نورون ها بیشتر و محکمتر بشه. هرچه رابطه ها بیشتر، سرعت انتقال اینفورمیشن ها بیشتر میشه. ما میدونیم هر نوران یا سلول مغز به 10,000 نوران دیگه متصله. با موزیک و رقص و یادگیری استپ های جدید مرتب شما نوران و سینپس میسازید. وقتی مردم پیرتر میشن، ایده از نوران ها میمیرن و سینپس ها ضعیفتر میشن. برای همینه که افرادی که دیمنشا یعنی به طور کلی فراموشی، امراضی که با فراموشی مغز از بین رفتن سلول های مغز سر کار داره، مثلا آلزایمر یه نوع دیمنشا، پارکینسون یه نوع دیگه نوعه داریم، لوی دیمنشا داریم، آرتری دیمنشا داریم. خلاصه ما میدونیم که وقتی که اسما رو فراموش میکنن یا میگیم الزایمر دارن، وقتی که مطالعه میکنید یا میرقصید، به جای سینپس هایی که از بین رفته شما راه های جدیدی میسازید. همچنین هیپوکمپس میتونه روزی 1400 تا نوران بسازه. به نظر من همه چیز بستگی به supply and demand یا عرضه و تقاضا داره. اگه چیز جدیدی یاد نمیگیریم، چرا بدن ما احتیاج به ساختن نورانهای جدید داشته باشه؟ پس رقصیدن پیر شدن رو یواشتر میکنه و جوانتر باقی میمونیم. دکتر رابرت کاتسمن نورولوژیستی گفته رقصهای فاکسترات، والز، سوینگ و رقصهایی که در کمتر از یک ثانیه باید تکان بخوری مغز شما رو سیمکشی جدید میکنه. سینپس ها پیچیده تر میشن، شما باهوشتر میشید. سال 2003 بعد از 21 سال مطالعه در روی افراد 75 سال و بالاتر و عده زیادی از اونها در آلبرت اینشتین اینستیتوت در نیویورک روی 11 فعالیت مطالعه کردن. اول خواندن، دوم نوشتن، سوم پازل حل کردن، چهارم کارت بازی، پنجم ابزار موسیقی نواختن، ششم رقصیدن، هفتم پیاده روی، هشتم تنیس، نهم شنا، دهم گالف، یازدهم دوچرخه سواری. به این نتیجه رسیدن که رقصیدن بهترین راه جلوگیری از فراموشی و آلزایمره و در واقع
76% شانس فراموشی کم میکنه. 2 برابر بیشتر از مطالعه کردن شانس فراموشی کم میکنه. و حتی اگر 4 بار در هفته پازل حل کنید 47% شانس کم شدن فراموشی دارید. و شنا و دوچرخ سواری که بعضی ماهیچه‌ها رو قوی تر میکنه، انسان رو سالم تر میکنه، اصلاً اثری روی مغز برای فراموشی نداره. البته همه رقص ها که یک اثر رو ندارن، رقص هایی که باید سکونس یا ترتیب رو به خاطر بسپارید مفید ترن. و آرژانتینیان تانگو آگاهی فضایی و حافظی رو هم زیادتر میکنه. همچنین رقص برای درمان مرض پارکینسون که نوعی دیمنشا است خیلی موثره. به مریض ها 1 ریتم مشخص یاد میدن که باعث تکاپون خوردن ماهیچه های آنها شده و لرزش دست و پا کم میشه. روی هم رفته موزیک و رقص برای درمان پارکینسون، آلزایمر، سکته ها، اتنشن دفیسیت دیزوردر یا اختلال کمبود توجه، ناراحتی های روانی، استراب، افسردگی، استرس خیلی موثره. رقصیدن باعث میشه که مغز ما 3 هورمون مهم یا نوروترانسمیتر بسازه. قبلا هم توضیح داده بودم این نوروترانسمیترها مواد شیمیایی هستند که کمک میکنن رابطه های الکتریکی مغز تندتر انجام بشه. اینا اینفورمیشن میفرستن. رابطه های الکتریکی توسط 4 تا عنصر سدیم، پتاسیم، کلور و کلسیم انجام میشه. اول دوپامین که برای کنترل حرکات و تعادل بدن ضروریه، افسردگی و استرس رو کم کرده و قوه دفاع بدنم بیشتر میکنه و انسان شادم میکنه. دوم سراتونین که مود، رفتار اجتماعی، اشتها، هضم غذا، خواب، حافظه طولانی مدت و شناخت فضایی زیاد میکنه. سومی اندورفین. در قدیم خودم خیلی تعجب میکردم وقتی در مهمانی ها ساعت ها میرقصم و پاهام تاول میزنه، ولی هنوز وقتی یه موزیک شاد دیگه مینوازن مثل اینه که صندلی من پر از سوزنه، نمیتونم بشینم، باز میرقصم، اصلا دست درد حس نمیکردم. همینجا یه توضیح بدم که در رادیو نگفتم، وازلین بهترین درمانه. باور کنین شب که به مالین صبح تمام تاولا از بین رفته. یه مقداری هم به صورتتون بزنین بالای هر کرم، برای اینکه باعث میشه نمیذاره آب از پوست خارج بشه و چروک کمتر میشه. با مطالعه متوجه شدم که اندورفین هورمون ضد درده، 18 الی 500 بار قوی تر از قرص‌های ضد درد یا پنکیلر است. البته بدن ما هر روز این هورمون رو لازم داره. دویدن، غذاهای تند، خوردن شکلات، مدیتیشن، زایمان بچه، ماساژ، اکوپانچر، لبنیات کمک به ساختن اندورفین میکنه. ولی دائم رقصیدن به قدری ماهیچه‌ها رو تقویت میکنه مثل اینکه دوچرخه سوار یا شناگر حرفه‌ای هستید یا در 2 المپیک 800 متری شرکت کرده اید. رقص هر دقیقه 5 الی 10 کالری یا هر نیم ساعت 300 کالری می سوزونه. البته بستگی به سرعت رقص و نوع رقص هم داره، ولی میگن اگر دویدن مثل رانندگی در فریویه، رقصیدن مثل موتورسیکلت سواری در شهر شلوغه. و اما فواید رقص روی بدن، چون تا حالا هرچی توضیح دادم بیشتر برای مغز بود. لاغر شدن و از دست دادن چربی ها و شکرهای اضافی، پایین آوردن کلسترول بد یا LDL، بالا بردن کلسترول خوب یا HDL، عرق کردن و خارج کردن کمیکال ها و هورمون های مضر و سمهای اضافی در بدن. شما میدونه به این گوشتا چقدر هورمون میزنن که اینا بیچاره ها چاق بشن. این هورمون ها چقدر برای بدن ما ضرر داره. وقتی خوب میرقصیم و عرق میکنیم این تمام سما از بدنمون خارج میشه. در مقاله خواندم که به نان 29 ماده شیمیایی اضافه میکنن تا زودتر گرسنه بشیم، نان بیشتری بخوریم و خون ما تمیزتر میشه.
چون سریعتر در بدنم جریان پیدا میکنه، چروکای صورت کمتر میشن، برای رگها و تمام قلب ایجا انگیز اصلا، و چون اکسیژن بیشتری هم به ریه ها وارد میشن، ریه های ما گسترش پیدا میکنه، پس میتونه اکسیژن بیشتری رو در خودش نگه داره، خیلی برای ریه هم خوبه. بدن فلکسیبل و نرم باقی میمونه. رقص و مارشال آرت که قبلا برای دفاع شخصی بوده این مارشال آرت، ولی امروزه میگن که به صورت ورزشش در آوردن، بدن رو قابل انعطاف در میاره. وقتی که ما میرقصیم یا میخوایم بریم مهمونی، پس به ظاهر و لباس خودمونم بیشتر توجه میکنیم و خوشحالتر میشیم. بهتر شدن بالانس بدن، چون ماهیچه ها قوی تر و سنگین تر میشن. در بیمارستان بریگام اند وومن در بوستون توصیه میکنن که رقص و ورزش تایچی بالانس را بهتر میکنه، باعث پلاستیسیتی مغز میشه، مغز میتونه شکل بگیره، تغییر بکنه. متخصصین دانشگاه مینوت در شمال داکوتا میگن رقص، مخصوصا رقص زومبا، استرس رو کم میکنه، چون میزان هورمون سراتونین را زیاد میکنه و پیر شدن رو یواش میکنه. واقعا زومبا خودش رقص دیگه، تمام استپ داره، باید استپ رو دنبال بکنیم. از رقص هم به خوبی رقص و شاید هم بهتر هم باشه. استخوان‌ها و مفاصل رو قوی میکنه. ما میدونیم که بدن ما قادر به ساختن کلسیوم نیست، پس باید کلسیوم رو با کمک ویتامین د از دایت خود کسب کنیم. کلسیوم برای مو، دندان‌ها، استخوان‌ها واجبیه. لبنیات، کیل، براکلی، اسفناج، نخود سفید، ساردین، اورنج جوس، نان و سیریال حاوی کلسیومه. بعد از 50 سالگی و مناپاز یا یائسگی، استروژن در بدن خانم ها کم میشه. ما میدونیم که هورمون استروژن کمک به جذب کلسیوم میکنه، پس بدن از کلسیوم استخوان ها مجبور استفاده کنه و باعث پوکی استخوان یا آستیوپروسس میشه. به همین دلیل خانوما 4 برابر بیشتر از آقایان پوکی استخوان دارن. در آمریکا 53 میلیون نفر مبتلا به پوکی استخوان هستند، ولی رقصیدن و وزن بردانی استخوان‌ها رو متراکم و محکم میکنه. دانشگاه آکسفورد میگه رقصیدن شما را اجتماعی تر کرده، از ترس صحبت کردن جلوی مردم میکاهه، مخصوصا شما را به بچه های خود نزدیک تر میکنه. به نظر من بهترین رقص، رقص ایرانیه، البته بعدم اسپانیش، به همین جد مجسمه رقص اسپانیش براتون گذاشتم. بچه ها، پیرها، جوان ها همه با هم میرقصن و شادی میکنن و در دنس فلور مردمی با عقاید، مذاهب، اعتقادات، حزب‌های سیاسی مختلف همه در کنار هم می‌رقصن، احساس ارتباط با هم و یکی بودن می‌کنن و واقعیت بشریت هم همینه، ما همه یکی هستیم. به نظر من مهمترین تاثیر رقص اینه که مغز ما 24 ساعته در حال فعالیته، حتی در زمان خواب. ما هر لحظه میتونیم به 7 موضوع فکر کنیم. البته خانوما بیشتر، البته آقایان هم دارن تغییر پیدا میکنن، چون آقایان قدیم فقط شکارچی بودن، به یک مسئله فقط یا شکار میکردن یا میومدن غذا میخوردن، ولی خانوما در منزل، بچه داری، آشپزی، تمیزکاری، نمیم باغبونی، همه این کارا در یه زمان انجام میدن، ولی خب آقایان هم دارن عوض شدن. روزی به طور متوسط 50,000 الی 60,000 فکس از مغز ما عبور میکنه، یا به طور تقریبی هر دقیقه 35 الی 48 فکر از مغز ما عبور میکنه. این مغز احتیاج به استراحت داره تا تیزتر بشه. اگر به خاطر خودنمایی میرقصی، در اون صورت حواس شما متوجه این که آیا کسی به شما نگاه میکنه یا نه، پس مغز شما استراحت نمیکنه. ولی اگر برای خودتان میرقصید، چون تمام تمرکز شما متوجه هماهنگی بدن به موزیک و لذت بردن از موزیک و رقصه، پس به مسئله‌ای که باعث استرس میشه فکر نمی‌کنید، پس مغز شما استراحت می‌کنه. امیدوارم که اشتباه نکنید و بگویید آره شماها گوش موزیک دارید یا جین رقصیدن دارید،
پدر مادر شما میرقصیدن ها. نه بابا، رقصیدن ارثیه، هیچ فعالیتی ارثی نیست، به جین رب نداره، بلکه بستگی به آموزش و تمرین و پشتکار داره. این موزیسیان ها رو میبینین، چون از شکم مادر پدرشون که علاقه داشته به موزیک عادت کردن، گوش دادن، تمرین کردن، زحمت کشیدن، پشتکار داشتن. هر کسی میتونه رقص یاد بگیره. همچنین از دکتر محمد نواب یاد گرفتم، رقص میتونه جای خوابیدن رو پر کنه. شبی که میرقصید میتوانید صبح زودتر و سرحالتر بیدار شوید. واقعا اینقدر شاد بیدار میشین که اصلا حد و حساب نداره. اگه همیشه ساعت 6 پا میشین، ساعت 5 بیدار میشین. من که اینطوریم. بالاخره اگر در مهمانی حس کردید چند نفر به شما چشپوره میرن و فکر میکنن این مادر بزرگا و پدر بزرگا چقدر بالا و پایین پریدن، عیب نیست؟ شما هم در دلتون با آنها بخندین، چون آنها یه جا نشستن چاقتر، مریضتر، پیرتر میشن. شما شادتر، جوانتر، پر انرژی تر و سالمتر میشوین. رقص یک نوع هنره. این کردار رو میبینین؟ همیشه زن و مرد دست روی شانه هم با هم میرقصن. به همین دلیل شجاع، شاد، قوی، آزاد و رگو هستن. انشالله که همه ما همیشه برقصیم. اخیراً جایی شنیدم خانومی میگفت ما که بچه بودیم میخواستیم برقصیم، پدر و مادرم ما رو دعوا میکردن، میگفتن دختر باید سنگین باشه، خانوم باشه. اونا نمیدونستن چه صدمه‌ای به مغز این بچه های خود زدن. شادی و اختیار رو از اونا سلب کردم. امیدوارم که شما پدر مادرهای خیلی خوبی باشین. پدر و مادر ما که ما رو همیشه هول میدادن به پیس رقص، میگفتن برین برقصین تا شادتر بشین. روز خیلی خوبی داشته باشین. خداحافظ.